اعتراف رئیس جمهور کرزای به ناتوانی در تامین امنیت افغانستان پس از 10 سال سرنگونی رژیم طالبان. عدم اشتراک رئیس جمهور کرزای در دور بعدی رقابت های انتخابات ریاست جمهوری. کاهش تنش ها میان امریکا و دولت پاکستان بر سر مسائل مبارزه با تروریسم. هشدار دولت بریتانیا از آغاز جنگ های داخلی و بازگشت طالبان در کشور پس خروج نیروهای ائتلاف. تاکید روسیه بر کنارگیری بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت. پیشروی نیروهای دولت انتقالی لیبی بر موضع نیروهای وفادار به معمر قذافی. و تلاش گروه چهارگانه صلح خاورمیانه برای آغاز گفتگوها میان اسرائیل و فلسطین. سلام و وقت بخیر. به خبرهای این ساعت از افغان نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 16 میزان سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 اکتبر سال 2011 میلادی. حکیم بودا هستم با مشروع خبرهای این ساعت. با گذشت 10 سال از سرنگونی رژیم طالبان در کشور، جمهور کرزی می گوید دولت و نیروهای ائتلاف نتوانستند امنیت مردم افغانستان را تامین کنند و این مقابله با فساد مالی گسترده را یکی از ناکامی های دیگر دولتش عنوان کرده و کشورهای خارجی را در گسترشان مقصر می داند. آقای کرزی همچنان اعتراف می کند که روند گفتگو با طالبان پس از ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح با مشکلات جدی روبرو شده است. در حالی که تامین امنیت در جریان 10 سال گذشته پرمصرف‌ترین کار برای حکومت افغانستان خوانده شده، رئیس جمهور کرزی میگوید با گذشت 10 سال از سرنگونی رژیم طالبان هنوز نتوانستند امنیت مردم افغانستان را تامین کنند. حکومت افغانستان و متحدان بین المللی ما در 10 سال گذشته در زمینه تامین امنیت برای افغانها موفق نبودند. در همین حال رئیس جمهور کرزی میگوید تلاش‌ها برای مصالحه پس از سرور برهان الدین ربانی با مشکلات جدی مواجه شده است. و چند پیش مذاکره با طالبان را غیر موثر دانسته و بر آغاز گفتگوهای صلح با دولت پاکستان تاکید کرده بود. اما کرزی در تازه ترین اظهاراتش گفته است: گفتگو با طالبان را رد نمی کنیم، اما این گروه باید نماینده و جای را تعیین کند. از سوی دیگر آقای کرزی ناتوانی در مبارزه با فساد مالی گسترده را یکی دیگر از ناکامی های حکومتش در 10 سال گذشته عنوان می کند. هرچند وی کشورهای خارجی را مقصر گسترش آن می داند. با این همه وی حملات اخیر تروریستی در شهرهای مهم کشور و هدف قرار دادن نیروهای ناتو شخصیت‌های برجسته را نیز ضعف جدی دولتش خوانده، اما ریشه‌های آن را در خارج از مرزهای کشور می‌داند. با این حال رئیس جمهور کرزی که از 10 سال به این سو زعم امور را در افغانستان به عهده دارد تاکید می‌ورزد که با پایان دوره کنونی ریاست جمهوریش از قدرت کنارگیری خواهد کرد. آقای کرزی همچنان می‌گوید درباره جانشینش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی اقدامات را انجام داده است. این در حال است که پیش از این گزارش‌های وجود داشت مبنی بر این که آقای کرزی برای ادامه حضور در قدرت تلاش خواهد کرد. در حالی که گمانه‌زنی‌های وجود داشت که آقای کرزی برای ادامه حضور در قدرت پس از پایان دوره ریاست جمهوریش تلاش خواهد کرد، رئیس جمهور کرزی به تازگی در مصاحبه با BBC گفته است علاقه برای رسیدن به پست ریاست جمهوری در دور بعدی انتخابات که در سال 2014 میلادی برگزار می شود ندارد و تاکید می ورزد که درباره جانشین خود نیز اقدامات را انجام داده است. با این حال شمار از آگاهان به این باورند که آقای کرزی حق ندارد فرد را جانشین خود معرفی کند. دی حق هم نلری زکه چه افغانستان اساسی قانون یوازی یو کس تا دو دورو لپاره اجازه ورکی چه دو دوری ځان کاندید کی. او بلدا چه دی داسې کوم قانونی مکلفیت نلری چه دی دی کوم څوک خپل ځای ناستی تین که به نظر ما خو یخ شای ما شایی نیستن که یک کس جانشین خود تین میکنه، ولی به حیثی یک افغان حق دار انتخاب خود برای مردم بگوید. ولی ما تا جایی که میخوام رئیس جمهور اگر کس را انتخاب میکنه و نظر ما ملت به او رای نخواهد داد، به خاطر از اینکه از رئیس جمهور خودشان خاطره خوش ندارد، ملت باز از جانشینش چه خاطره خواهد داشته باشه.
آقای کرزی در حالی در مورد کنارگیری خود از قدرت سخن میزند که پیش از این ائتلاف تغییر و امید بزرگترین اپوزیسیون دولت و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی که در حال حاضر از منتقدان جدی دولت کرزی به شمار میرود او را به تلاش برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری در دور بعدی انتخابات متهم کرده بود. با گفته آنان رئیس جمهور کرزی با فراخوانی لوی جرگه عنعنوی در تلاش برای تغییر در ماده قانون اساسی است که در آن گفته شده است هیچ کسی نمیتواند برای سه دور جمهوری افغانستان باشد. شخصی که برای ریاست جمهوری کاندید می شود واجد شرایط ذل می باشد. تبع افغانستان مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگر را نداشته باشد. در روز کاندید شدن سن وی از 40 سال کمتر نباشد. از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. هیچ شخص نمیتواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد. آقای کرزی از سال 2002 میلادی به این سو حدود 10 سال است که رئیس جمهور افغانستان می باشد و تا این مدت دولت او با انتقادات و چالش های فراوان روبرو بوده است، چنان که خود او نیز در گفتگو با بی بی سی به ناکامی هایش در عرصه دولتداری اعتراف می کند. ایالات متحده آمریکا به منظور مبارزه جدی با تروریسم بر حکومت پاکستان فشارهای بیشتری وارد خواهد کرد. مارگ گروسمن نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان در دیدار با جمهور کرزی گفته است آمریکا موضع‌گیری های حکومت افغانستان در مورد حوادث اخیر را درک کرده و از آن حمایت می‌نماید. در همین حال جمهور کرزی گفته هر گونه گفتگو با پاکستان و دیگر کشورها باید نتیجه مثبت داشته باشد، زیرا مردم افغانستان دیگر تحمل انتحار و ترور هموطنان خود را ندارند. پس از یک دوره تنش میان اسلام آباد و واشنگتن، پاکستان به افسران اطلاعاتی آمریکا اجازه داده است تا از افراد بازداشت شده ی القاعده در این کشور بازجویی کنند. در همین حال پاکستان از خواسته هایش در خصوص توقف حملات هوایی CIA در مناطق قبایل این کشور نیز منصرف شده است. از سوی دیگر اردوی پاکستان میگوید حاضر است نگرانی آمریکا در مورد شبکه حقانی را رفع سازد، اما هیچ تمایل برای اقدام نظامی علیه این شبکه ندارد. مقام های آمریکایی و پاکستانی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند روابط اطلاعاتی دو کشور در خصوص مبارزه با تروریسم پس از یک دور تنش بی سابقه رو به بهبود گذاشته است. به گفته این مقام ها اردوی پاکستان 5 فرد کلیدی مرتبط با شبکه القاعده را بازداشت کرده و به افسران سازمان اطلاعاتی آمریکا اجازه داده است تا از آنان بازجویی کنند. در این حال پاکستان خواسته های دیرینش در مورد توقف حملات هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا بر پناهگاه های گروه های تروریستی در مناطق قبایلی این کشور را کنار گذاشته است. روابط استخباراتی میان دو کشور به پایین ترین حد خود رسیده بود، اما این روابط فعلا در جهت دیگری حرکت می کند. سازمان های اطلاعاتی دو کشور اکنون تلاش دارند به همدیگر مفید واقع شوند و با هم همکاری کنند. پس از اظهارات رئیس ستاد مشترک پیشین اردوی آمریکا در خصوص حمایت های گسترده سازمان جاسوسی پاکستان یا ISI از شبکه حقانی، این سازمان برای مدتی از همکاری با افسران اطلاعاتی آمریکا سر باز می زد. از سوی دیگر روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان نوشته است فرماندهان ارشد اردوی پاکستان در جلسه روز جمعه خود در راولپندی بر کاهش تنش با آمریکا از طریق حل اختلافات بر سر شبکه حقانی تاکید کردند. پاکستان خواهان همکاری سازنده با آمریکا در خصوص مسئله حقانی است، اما استفاده نظامی پاسخ برای حل هر گونه مشکل نیست. آگاهان به این باورند که پاکستان با انجام همکاری های ناچیز بار دیگر می خواهد توجه آمریکا و جامعه جهانی را در مورد گروه های تروریستی در خاک آن کشور منحرف سازد. این در حالی است که به گفته مقام های افغان و آمریکا تمامی حملات شورشیان در افغانستان در خاک پاکستان برنامه‌ریزی و با حمایت سازمان جاسوسی این کشور انجام می شوند. دولت بریتانیا گزارش را در مورد ارزیابی جنگ افغانستان تهیه کرده است که در آن در مورد خطر جنگ داخلی و یا بازگشت طالبان به پایگاه های سابقشان پس از خروج نیروهای ناتو هشدار می دهد. از سوی دیگر سفیر بریتانیا در کابل می گوید افغانستان تا سال 2025 میلادی برای کمک های مالی و نظامی جامعه جهانی نیاز مبرم دارد. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف گزارش دولت بریتانیا از ارزیابی جنگ 10 ساله در افغانستان تحت نظر دیوید کامرون تهیه شده و در آن آمده است که مناطق مرزی افغانستان و پاکستان می توانند به مرور زمان به یک منطقه خودمختار تبدیل شوند.
بنوشته این رسومه، اگر چنین شود مناطق یاد شده همچنان به یک خطر امنیتی به غرب برای سالهای طولانی باقی خواهد ماند. در این گزارش آمده است که پس از خروج نیروهای رسمی ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی، خطر آغاز مجدد جنگ‌های داخلی در این کشور وجود دارد و یا دست کم طالبان با پایگاه‌های سابق خود باز خواهند گشت. اما رسانه‌ها در خصوص جزئیات این گزارش اشاره نکرده است. از سوی دیگر ویلیام پتی سفیر بریتانیا در کابل میگوید افغانستان برای سالیان دیگر پس از سال 2014 میلادی به کمک‌های مالی ضرورت دارد. فکر می کنم که دست کم تا سال 2025 افغانستان بتواند بودجه خود را متوازن سازد. رساندن این پیام که افغانستان در سال 2014 به فراموشی سپردن نخواهد شد مهم است. افغانستان به امنیت ملی ما مهم است. ما در اینجا به خاطر هستیم که مطمئن شویم افغانستان بار دیگر به کشور بر نگردد که از آن برای تهدید کشور ما استفاده شود. سفیر بریتانیا میگوید او مطمئن است که نیروهای اردوی ملی قدرتمندتر از طالبان هستند، اما این نیروها به کمک‌های طولانی مدت مالی و آموزشی ضرورت دارند. ویلیام پتی تاکید می‌ورزد که نیروهای بریتانیایی و سایر اعضای ناتو باید این نیازها را برآورده سازند. این در حالی است که مقام‌های وزارت دفاع از کمبود تسلیحات پیشرفته و هواپیماهای جنگنده بارها نگرانی کردند، اما جامعه جهانی تاکنون در این مورد اقدامی نکرده است. اعضای ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون که پیش از این به دلیل حذف نوز ولس جرگه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات جلسات این مجلس را تحریم کرده بودند، در نشست امروزی ولس جرگه اشتراک کردند. رئیس این ائتلاف میگوید بر موقف قبلی خود همچنان متحد بوده و نوز تازه معرفی شده را به رسمیت نمیشناسند. از سوی دیگر رئیس ولس جرگه میگوید افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد و مجلس باید برای از بین بردن آن اقدام نماید. ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون که بیش از 100 تن از اعضای مجلس را با خود دارد، در پیوند به حذف نواز ولسی جرگه از سوی کمیسیون انتخابات جلسات ولسی جرگه را تحریم کرده بودند و درخواست شورای ولایتی دوباره وارد مجلس شدند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه میگوید عدم اشتراک اعضای این ائتلاف در نشست های مجلس باعث شده بود تا نصاب ولسی جرگه تکمیل نشود. آقای ابراهیمی همچنان میگوید افغانستان در وضعیت بدی قرار دارد و شورای ملی باید در از بین بردن این وضعیت اقدام نماید. بدون شک عدم حضور اعضای محترم ائتلاف تای این مدت، چون نبود پیکر از یک وجود واحد دوستان از نظر سیاسی و عاطفی نگران ساخته بود، ولی حضور مجددشان سلامتی مجلس را یک بار دیگر تقویت داده، زیرا در این روزها همه این نگاه های مردم و معکلین ما با تمام نگرانی به سوی خانه ملت در حال دوخته شده بود که کشور ما در این فرقه حساس تاریخی پیش بیش از هر وقت دیگر به خاطر نجات از این رکود و مشاکل که حیات سیاسی وطن را سخت در وضعیت قرار داده است و آن نیاز داشت. در همین حال عبدالظاهر قدیر رهبر ائتلاف حمایت از قانون با تاکید بر مواضع قبلی خود فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات را غیر قانونی دانسته میگوید ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون نو عضو معرفی شده از سوی کمیسیون انتخابات را به حیث وکلای رسمی مردم نمیشناسد. ائتلاف با خپل سابقه موضع گیری بنده او با خپل سابقه خبرو بنده قوی پر از مواله تر اخرین لحظه پورې با دخبل موزیگیری دفاع کهی که در جزایر قدیر یوازی دیگر و سادر سره هم پارتشی در قانون اساسی نگه دفاع کهی در افغانستان دولست دو حقوق خود دفاع کهی او هیچ چرت مده اجازه من نور کهو چه در افغانستان قانون اساسی در شخصی نگه دفاع را دخبول را دفاع مال کهی. ائتلاف معتقد است که علیت اداری دارالانشا و بخش امنیتی جرگه وظیفه و رسالتشان را انجام نداده و مصوبات جرگه اصل تفکیک قوا و استقلال پارلمان را زیر پا ساختند. شش، ائتلاف یک بار دیگر بر غیر قانونی بودن فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می کند و نو نفری را که اخیرا به طور غیر قانونی از طرف کمیسیون معرفی گردیدند با عیس نمایندگان ملت به رسمیت نمی شناسد.
از سوی دیگر شماره از اعضای ائتلاف اصلاح طلبان که گفته می شود حامیان حکومت در مجلس هستند، انگام خواندن اعلامیه ائتلاف حمایت از قانون به گونه اعتراض جلسه را ترک کردند که این اقدام از سوی اعضای مجلس مورد انتقاد قرار گرفت. یا یک امروز برآمدند و یا یک دیروز نامدند، یا نماینده های مردم هستند یا را مردم این گروان کرده دین امو اظهارات خود به حضور مردم برسانند که آیا کی برحق است کی ناحق است. ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون بعد از این در جلسات مجلس اشتراک خواهند کرد، اما آنگونه که دیده می شود تنش انتخاباتی در داخل ولسی جرگه نسبت بر زمان دیگر بیشتر خواهد شد، زیرا ائتلاف حمایت از قانون اعضای تازه معرفی شده را به رسمیت نمی شناسد، اما ائتلاف اصلاح طلبان از این اقدام کمیسیون حمایت کرده است. در همین حال اعتصاب غذایی سیمین بارگزه یک روز برکنار شده ورسی جرگه وارد هفتمین روز خود شد. خانم بارگزه میگوید تا زمانی که دوسیه وی دوباره از سوی حکومت بررسی نشود دست از اعتصاب نخواهد کشید. از سوی دیگر شمار از اعضای مجلس و کمیسیون مستقل حقوق بشر با وخیم خواندن وضعیت صحی خانم بارگزه میگویند حکومت باید در این مورد هرچه زودتر اقدام نماید. وضعیت سیه سیمین بارکزه یک عضو برکنار شده ولسی جرگه که در اعتراض باز دست دادن عضویت وکالتش دست به اعتصاب غذایی زده است و خیم است. هرچند خانم بارکزه از سر ناتوانی بر رسانه ها چیزی گفته نتوانست، اما وای پیش از این گفته بود تا زمان به دست آوردن حقش از این کار دست نخواهد کشید. در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند حکومت باید در این مورد توجه جدی نماید. سیمین بارکزه یواز به اعتراض بعد حق نداریم. سیمین بارکزه تو ولسی جرگه پر طول وستاز و حال حق لری، پر شخص رئیس در بادیم حق لری، پر حیات اداری بادیم حق لری، پر ولیتی شوراگان رو بادیم حق لری، پر من طول بادیم حق لری. وقتی که موضوع سیاسی میشه یک کشی بزرگ افغانستان خود از موضوع بیرون میکشن، میگن موضوع سیاسی است ما نمیخوایم داخل شو. دولت افغانستان نهادهای عامی حقوق بشر و حقوق زن در سطح ملی و بین المللی میخواهد که در این رابطه رسالت انسانیشان را در قبال داعیه بر حق خانم بارکزی هرچه زودتر به انجام برساند. از سوی دیگر مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگویند این کمیسیون شدیداً نگران جان سیمین بارکزی بوده و حکومت باید در مورد تقاضای وی مبنی بر بررسی دوسیه انتخاباتیش توجه جدی نماید. ما خواستار ازی هستیم که هر چیز سریع‌تر خود مقام محترم ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات باید به دادش برسند، باید بازنگری بشه و بریزی که به یک مبادا خدای نخواسته یک فاجعه خلق بشه که ضربی بزرگی به دموکراسی و به تمام جهانیان و نیروهای جامعه بین المللی که به افغانستان هستن و برای از اونام یعنی واقعا یک فاجعه است. این در حالی که رئیس جمهور کرزی در دیدار روز پنج شنبه با خانم بارکزی به وی گفته بود روز شنبه با حضور رئیس استر محکمه مشکل وی را حل خواهد کرد. فساد گسترده اداره باعث شده تا حکومت افغانستان اعتماد جامعه جهانی را از دست دهد. عزیز الله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری هنگام ثبت دارایی مقام‌های وزارت معارف با اشاره به این موضوع گفت مبارزه با فساد اداری به زمان زیادی نیاز دارد. با این حال وزیر معارف از ریشه‌کن شدن فساد در وزارتش خبر می‌دهد. عزیزالله‌الدین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری هنگام ثبت دارایی‌های نزدیک به 69 مقام بلندپایه وزارت معارف گفت فساد گسترده اداری در کشور باعث شده که برخی کشورهای خارجی کمک‌هایشان را به افغانستان در حالت تعلیق درآورند. فساد به اوج خود رسیده. تا فساد جلوگیری نکنیم ما نمیتونیم اقتصاد بسازیم، نمیتونیم معارف بسازیم، نمیتونیم زراعت خود را تقویه کنیم. اینا به حالی که من می‌بینم و ما همه به شاهد این وقایع هستیم که در افغانستان چی می‌گذره. آقای لودین میگوید از زمانی که رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری شده از پستش راضی نبوده، اما وی اطمینان میدهد که با مبارزه به این پدیده شوم ادامه خواهد داد. از سوی دیگر آقای لودین از وزارت معارف خواست تا برنامه را روی دست گیرد که به اساس آن آموزگاران در مکاتب علیه فساد تبلیغات نماید. خواهش من است که به چهار از صنفای چهار به بعد یاد بتین ما حاضر هستیم بعضی پروگرام ها رو درست بکنیم، به اختیار وزارت معارف بگذاریم که با استادهای گرامی مملکت بتن سر تا سر مملکت پنج دقیقه پیش از هر درس وطن دوستی یاد بدین و وطن شما وقتی درست میشه که یک حکومت توانا داشته باشین، وقتی درست میشه که مبارزه با فساد اداری را جدی ببینیم.
از سوی دیگر فاروق وردک وزیر معارف از روند ثبت دارایی های ماموران در این وزارت استقبال نموده، گفت فساد اداری در وزارت معارف به پایان رسیده است. دوستانی که نهایت سطحی می اندیشد که تمام کتله بدون استثناء حکومت افغانستان میگه مفسد است، در فساد آغشته است و ما چلنج کردیم که مسلمان یا کافر یا کسی بیا مستقیم برای ما بگه که فاروق این فساده، مسلمان یا کافر یا کسی بیا مهربانی بکنه، چلنج کرده. با این حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری در نظر دارد تا دارایی های نزدیک به 5000 مقام بلندپای دولتی را ثبت نماید. مقام های این اداره میگویند که تا کنون دارایی های 2300 تن از مقام های بلندپای دولتی را ثبت کرده است. نیروهای پلیس ملی کشور کارهای خارج از وظایفشان را انجام میدهند و این مسئله روی امنیت کشور اثرات منفی به جا گذاشته است. این مطلب را معین امنیتی وزارت امور داخله در سمیناری که به منظور حل مشکلات پلیس اناس و جذب زنان به صفوف پلیس ملی برگزار شده بود بیان کرد. از سوی دیگر شمار از اعضای روز جرگه خواهان سهم بیشتر زنان در صفوف پلیس ملی هستند. جنرال عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت امور داخله میگویند نیروهای پلیس کشور به کارهای خارج از وظایف اصلیشان مصروفند. تاسو بهتر معلومات است په اوسنۍ شرایطو کې پولیس له خپل استقامت تقریبا 50-60% پورې له اصلي استقامت نه وتلی دی. پولیس اصلي وظیفه تامین د امن او نظم عامه ده، تطبیق د قانون ده، حراست د سرحداتو نه ده، مبارزه له جرایم سره ده. از سوی دیگر شکریه بارغزه عضو ولسی جرگه سهم زنان را در صفوف پلیس ملی مهم خوانده میگوید و حقوق زنان باید احترام گذاشته شود. مهمترین عنصر در تامین عدالت آگاهی مردم از حقشان هست. وقتی که ما همیشه اگر بس حق بزنیم نام عدالت هم یعنی حق و عدالت لازم و ملزم یک دیگر است. به اساس اون حقوق که داده میشه عدالت تامین میشه و ما امیدوار هستم که شما خواهر و برادر عزیز مشارکت زنان را در سکتور امنیتی به عنوان یک حق تلقی کنید نه به عنوان یک امتیاز. این در حالی است که هنوز هم سهم زنان در صفوف پلیس ملی ناچیز بوده و آگاهان به این باورند که این کار سبب خلاهای در وظایف پلیس شده است. در صورت در اختیار داشتن نیروهای هوایی شمار زیاد از قاچاقبران مواد مخدر بازداشت خواهند شد. جنرال امین الله امرخیل فرمانده پلیس مرزی در شرق کشور میگوید به دلیل صعب العبور بودن دو سوی خط دوران موفق به دستگیری و یا تعقیب قاچاقبران مواد مخدر نمیشوند. در همین حال وی از کشف و ضبط 2500 کیلوگرم چرس خام در نتیجه عملیات تجسسی نیروهای افغان در این ولایت خبر میدهد. امین الله مرخیل فرمانده نیروهای مرزی در ولایت شرقی کشور میگوید نیروهای مرزی توانستند در نتیجه عملیات تجسسی در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار مقدار زیاد مواد مخدر را کشف و ضبط نمایند. انگزار سیمه دیبالا و یک منطقه در دیر لوڑی چوکه به پرون دیمونگ عملیات شروع است و دی سهار طرف این تر نه لس بجودش به ادامه دلده اگر دیر لوڑی چوکه به آلت پشکل دی دیپو دا مواد چی تقریبا خام و ما چرس دیر مونگ وزیر کرینی دی به حدود بیشتر دوانیم زیرا کیلو شاید دی او دا دیر گفته ای امر خیل مواد مخدر یاد شده از ولایت شمالی و مرکزی به ننگرهار آورده شده بود و قاچاقبران میخواستند آن را به خارج از کشور منتقل کنند. امر خیل میگوید قاچاقچیان به دلیل نبود نیروی هوایی موفق به فرار میشوند زیرا دستگیری و تعقیب آنان از راه زمینی به دلیل صعب العبور بودن دو سوی خط دیورن ممکن نیست. بازقین عملیات باید اجرا شود هلیکوپتر په واسطه که چیرې د مځکې له لارې پولیس ځي او پیاده بیا دوه درې ساعته مزل کوي تاوان هغه خلک هم مترسدین لري د کشف نفر لري نورو ځای کې شاید نفر ولري دقیق معلومات غوته هم ورکول کیږي چې په تیښته بریالی کیږي. زه وایم زه تر سرحده باید راونه رسیږي. تر سرحده څنګه راوي که څوک خپله وظیفه اجرا کړي تر سرحده تر مونږه باید دا راونه رسیږي. این نخستین بار نیست که نیروهای مرزی مستقر در ولایت ننگرهار از کشف و ضبط مواد مخدر خبر می‌دهند. اما روند قاچاق مواد مخدر همواره در دو سوی خط دیورن وجود داشته و نیروهای امنیتی موفق به جلوگیری از آن نشدند. دومین دور انتخابات سراسری اتاق‌های تجارت و صنایع برای انتخاب هیئت اداری نهاد امروز در کابل برگزار شد. در این انتخابات 55 نماینده از کابل نامزد بوده و بیش از 21,000 نفر ثبت نام کرده بودند. در همین حال 7 تن از نامزدان به دلیل عدم شفافیت این انتخابات را تحریم کردند.
دور دوم انتخابات سراسری اتاق‌های تجارت در کابل برگزار شد. به گفته مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع در این انتخابات 21 تن که بیشترین آرا را کسب نمایند به حیث هیئت مدیره تعیین شده و رئیس و معاونان اتاق‌های تجارت از سوی شورای عالی نمایندگان انتخاب می شوند. در قدم اول انتخابات در ولایات دایر می شه. اعضای جامعه سکتور خصوصی و کسایی که دارای یک تشبث هستند، تمام سکتورهای اقتصادی افغانستان که سکتور خصوصی در او ورثه فعال هستند، اونا حق دارند که در تمام ولایت افغانستان نظر به ساحش خود ثبت بکنند و عضویت اتاق به دست بیارن. در همین حال هفتن از نامزدان انتخابات پروسه رای دهی را غیر عادلانه و پر از جل و تزویر دانسته و آن را تحریم کردند. به دلیل هست بنده چه کل انتخابات شروع شد، ما در طول میدیا پا مخ که ویلی چه در انتخابات شفاف ندی، تاسو تا وقت یو ساعت زمان در صنعتکاران در طول نه وقت ده که چیر تا تاسو در سیستم جوده ولی شی چه هیچ کاندید پا داخل زی که خپل ځان لپاره کمپین ونه که هیچ فقط نظارت کننده وسی او آغا جالی کارتونا خورسالان او داغ خلق ده دی پروسی نه و باسی. اتاق‌های تجارت و صنایع بیش از 80 سال است که در افغانستان فعالیت دارد و انتخابات آن هر 3 سال بعد برگزار می شود. دوره اول انتخابات اتاق‌های تجارت سال گذشته در ولایت کشور برگزار شده بود. در حال حاضر قربان حقجو رئیس عامل این ارگان است. خبرهای جهان هم تا لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ما باشید. افغان نیوز، گویای خبرهای رو. با این هم چند خبر از منطقه و جهان. روسیه که تاکنون یکی از متحدان مهم سوریه به شمار می رفت و نظر می رسد خود را از متحد قدیمیش کنار می کشد. دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه از بشار اسد همتای سوریه خود خواسته است در صورت عملی نکردن اصلاحات از قدرت کنارگیری کند. همزمان به اساس گزارش ها در پی خشونت های روز جمعه در سوریه به شمول یک فعال کردی چندین تن از معترضان کشته شدند. از آغاز تظاهرات ضد دولتی در سوریه، روسیه همواره از رژیم بشار اسد رئیس جمهوری این کشور حمایت کرده و گفته است بحران روان در سوریه با وضع تحریم ها نه بلکه از طریق گفتگو حل شدنی است. حتی روسیه همراه با چین مانع تصویب قطعنامه شورای امنیت در محکومیت رژیم بشار اسد شد. اما دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه روز گذشته ناگهان با تغییر لحن از بشار اسد خواست تا با وعده های قبلی خود در خصوص اصلاحات عمل کند، ورنه از قدرت کنار رود. آقای مدودف در عین حال گفته است اصلاحات باید توسط مردم سوریه و رهبران آن کشور صورت گیرد، نه ناتو و یا کشورهای خاص اروپایی. هرچند بشار اسد وعده ای انجام اصلاحات را در کشورش داده، اما دولت وای با استفاده از نیروی نظامی دست به سرکوب معترضان زده است. در این حال هزاران تن از تظاهر کنندگان روز گذشته یک بار دیگر در شهرهای مختلف سوریه تجمع کرده و خواهان برکناری بشار اسد رئیس جمهور این کشور شدند. بر اساس گزارش ها در این تظاهرات حداقل 21 تن به شمول یک فعال مشهور کردی از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. مظاهره کنندگان همچنان حمایت خود را از شورای ملی انتقالی اعلام کردند. سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد از زمان آغاز اعتراضات در سوریه تا کنون دست کم 2900 نفر کشته شدند. نیروهای وفادار به معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی همچنان در بخشای شهر سرت مقاومت می کنند. همزمان نیروهای دولت انتقالی لیبی روز جمعه با تشدید حملات خود به سمت مرکز شهر سرت پیشروی کردند. بر اساس گزارش ها نیروهای مسلح شورای انتقالی لیبی مجهز با تانک و راکت موفق شدند که آنها را در منطقه به وسط 2 تا 3 کیلومتر محاصره کنند. سر زادگاه معمر قذافی از محدود نقاط باقی مانده در لیبی است که هواداران دیکتاتور سابق لیبی در آن با مقابله با نیروهای مسلح دولت انتقالی می‌پردازند. و گروه چهارگانه صلح خاورمیانه در نظر دارد تا در نشست روز یکشنبه هفته روان در بروکسل اقدامات بیشتری برای گفتگو در خاورمیانه انجام دهد. سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است فلسطین و اسرائیل باید بار دیگر برای گفتگوهای صلح ترغیب شوند.
فعالیت مجدد گروه چهارگانه صلح خاورمیانه متشکل از امریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و روسیه در شرایط است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردانی فلسطین از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته تا تأسیس کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسد. با پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از توجه و همراهیتان تشکر. اوقات خوش در پیش داشته باشید.